با درودهای ایران دوستانه و همه شما بینندگان عزیز برنامه پالیتیکس، به خصوص شما سیاوشان ایران زمین، امیدوارم هر کجا که هستید حال همه شما عزیزان خوب باشه، هفته خوبی رو هم پشت سر گذرونده باشید. 729 برنامه پالیتیکس رو من بهمن جلی، مدیر مؤسس مرکز مطالعات ایران در کانادا، از طریق شبکه جهانی کانال یک امروز ساعت 8 صبح به وقت کالیفرنیا خدمتتون تقدیم میکنم. بازپخش برنامه رو از طریق کانال یوتیوب شبکه جهانی کانال یک شما میتونید پیگیری بکنید و این برنامه در آرشیو کانال یوتیوب مرکز مطالعات هم قرار میگیره. من در هفته گذشته یک صحبت خیلی مختصری در ارتباط با حضور نیروهای مزدور تکفیری در بالای مرزهای ایران انجام دادم. این رو مجددا به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض خواهم کرد، اما چون میخوام از کارگردان برنامه، کارگردان محترم برنامه آقای بهروزخان خواهش بکنم چند تا عکس رو برای ما نشون بدن، ابتدا از این عکس ها شروع میکنیم. من یه خلاصه خیلی سریع و تلگرافی در مورد عکس ها میگم، خواهش میکنم اینا در ذهنتون بسپرید این عکس ها رو، که بعد به صورت مفصل تر در موردشون صحبت خواهیم کرد. جناب کارگردان خواهش میکنم عکس شماره یک رو اگر که امکان داره براتون. خیلی خب، ببینید عزیزان، این نقشه جغرافیای قفقاز جنوبی هست. این یکی از بهترین نقشه هایی که تمامی مسئله رو نشون میده. اون گوشه شمال غرب ایران رو که شما دارید میبینید، نخجوان رو به خوبی داره اونجا نشون میده. به زبان فارسی هم براتون نوشته که شما میبینید اون نخجوان کجا قرار داره. اون منطقه‌ای که منطقه درگیری بین نیروهای جمهوری باکو و ارمنی نشین هایی که اینها خودمختار بودن، جمهوری خودمختار بودن و همکاری و رابطه بسیار نزدیک با ارمنستان داشتن رو هم در اونجا دارید میبینید. و شما متوجه حتما هستید دقیقا در کنار اون مرز ارمنستان، اونجا با یک رنگ تیره تری مشخص کرده اینا مناطق تحت کنترل ارمنستان بوده در اطراف اون ناگورنو قره‌باغی که بعد از جنگ پارسال این منطقه پایین که بالای مرز ایران قرار میگیره رو جمهوری باکو تصرف کرده و در اختیار خودش گرفته. خواهش میکنم اگر عکس بعدی رو محبت بفرمایید. پس این تصویر رو تو ذهنتون بسپرید. حالا میخواییم در مورد یک مسئله خیلی مهم اینجا صحبت بکنیم. این عکس مجدداً همین منطقه قفقاز جنوبی رو داره نشون میده که چگونه به اروپا وصل میشه. ببینید چگونه ایران که در اون منطقه علیه سمت راست در صفحه تلویزیون هست، در بالا آذربایجانه، در بالای آذربایجان گرجستانه و بعد این ترکیه و بلغارستان و رومانی و بعد میره تا آلمان، اتریش، آلمان، چک. این دوتا خط آبی که میبینید از آذربایجان و از ایران آمده، اینا خط لوله گازه که بعد میاد به هم توی ترکیه متصل باید بشه و از ترکیه این گاز که گاز کجا هست؟ گاز دریای کاسپیان، یکی از بزرگترین منابع گازی جهان که
تازه دارن ازش استفاده میکنن، یعنی دست نخورده بکره. از اونجا این گاز بره به کجا؟ بره به اروپا. عکس بعدی رو خواهش میکنم. این خط لوله گاز رو بهش میگن خط لوله گاز ناباکو. این رو به ذهن بسپرید، خط لوله گاز ناباکو. حالا یه خط لوله دیگر رو میخواییم با هم نگاه بکنیم. این خط لوله‌ای که دارید میبینید باز داره نشون میده از دریای کاسپین توی آذربایجان در منطقه بالا جمهوری باکو با کمک شرکت نفت انگلیس، دولت انگلیس، خصوصا خاندان سلطنتی انگلستان. من اینو تاکید میکنم برای اینکه پرنس چارلز بزرگترین سهام در همین برنامه های نفتی آذربایجان رو داره. یعنی خانواده سلطنتی انگلستان منافع دارن در این دریای کاسپین. اینا چیزایی که تلویزیون های لجنزار لندنی براتون نمیگه. این خط لوله، خط لوله نفته. اسم این خط لوله هست خط لوله نفته باکو، تفلیس که بعد توی گرجستانه و جیهان. ببینید گرجستان بعد میاد داخل ترکیه میشه، میاد تا این پایین. جیهان یه بندری دم دریای مدیترانه. وقت از اونجا این کشتیایی که عظیم و بزرگ هستن، مخازن بزرگ گازی روشونه، این گاز رو در اونجا تو جیهان تبدیلش میکنن به یک گاز مایع با فشار منظمی که اینو در داخل اون کشتی ها بعد به داخل یا اروپا میبرن و یا به اسرائیل میفروشن. اینجا منافع اسرائیل در قفقاز جنوبی. وقتی میگن اسرائیل چه منافعی نداره، ما نمیدونیم، ولی چه سندی وجود نداره. دوست عزیزم آی میه جاودان فر، این یه سنده. اگر شما در مورد مسئله اسرائیل صحبت میکنی در جاهایی، خواهش میکنم ازشون بخواید من رو هم صدا بکنن، من با شما صحبت بکنم، چون من شما رو دعوت کردم که شما فرمودید وقت ندارید، ولی با افرادی که مثلا جامعه شناس هستن میرید در مورد مسئله استراتژیک میشینید صحبت میکنید. خب اون فرد استاد دانشگاه محترم جامعه شناسه، ولی جامعه شناسه، مسئله حقوق بین الملل استراتژیک منطقه رو آشنایی نداره. خواهش میکنم عکس بعدی رو محبت بفرمایید. خیلی خوب. و در اینجا حالا شما نخجوان رو دارید میبینید، باز به صورت بسیار روشن واضحی اونجا داره نشون میده منطقه ایه که به رنگ زرد روشن بالای مرز غربی ایران قرار داره. این نخجوان راه زمینی به جمهوری باکو نداره و یک نقطه بسیار مهمی برای ما ایرانه. یعنی ببینید همه دارن در مورد فقط اون کوریدور زنگزور صحبت میکنن، حالا اسامی مختلف هم داره، ولی کوریدور زنگزور یک جاده که قراره بکشن، همچین جاده وجود خارجی هنوز نداره، که این جمهوری باکو رو از توی ارمنستان رد بکنه بیاره برسونه به اون نخجوان که در نتیجه مرز زمینی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به لحاظ سیاسی این قسمت از خاکی که جمهوری باکو نسبت بهش ادعا داره اینو به خودش بچسبونه. ولی شما اگه یه تکه سرزمینی هست به شما نچسبیده، یکی اصلا چی چیزی شما میخوای ادعا بکنی که این یک جزء خاک منه، جزء خاک منه؟ و اینم جزیره که نیست که، شما بگی مثلا دریاست. بله اگه تو جزیره تو دریا بود اون قابل فهم بود، ولی وقتی تو مرز زمینی اصلا هیچ گونه مرز زمینی با تو نداره، ادعای چی داری میکنی که این بخشی از خاک ماست؟ این نخجوان بسیار نکته مهمیه. اینم خواهش میکنم تو ذهنتون بسپاری. اگه محبت بفرمایید عکس بعدی. خیلی خوب، ببینید یک عکسی از یک خانم فیشرنامی منتشر شد و ادعا شد که این خانم فیشر کسی هست که بر علیه ایران داره صحبت میکنه و این اسرائیلیه، این یهودیه. اینا من خانم فیشر رو به خوبی میشناسم. این خانم نه اسرائیلیه نه یهودی، این خانم اصلا مسیحیه. این خانم به عنوان یک محقق نظریاتی متفاوت با اون
نظریاتی داره که بنده و شمای ایرانی در نظر داریم. مسائل ژئوپلیتیک و روابط بین الملل ریاضیات نیست که شما بگید دو دوتا میشه چهارتا. تازه اگه شما به سطح دکترای دانشگاه بری اونجا میفهمی که اصلا دو دوتا چهارتا نیست. اینا یه مسئله قراردادیه، شما قرار میذاری بپذیری دو دوتا میشه چهارتا. مسئله بین الملل و استراتژیک و حقوق اینا هیچ کدوم دو دوتا چهارتا نیست، جوابای مختلف داره نسبت به اینکه شما از کدوم طرف دارید میپرسید. اون خانم نظریتش با ما متفاوت، اما ما داریم افرادی رو که خصوصا دارن بر علیه ایران در منطقه فعالیت میکنن، فعالیت بسیار ردبالای علمی دارن انجام میدن، یعنی تاریخ سازی دارن میکنن، یعنی دارن دانشجو دوره دکترا آموزش میدن که چی بگن؟ که بگن ایران اصلا بخشی از منطقه قفقاز جنوبی نیست. این کارا چه کسی داره انجام میده؟ این خانم نرگس خانم، این عکسی که دارید میبینید، این نرگس خانم، اسم روسیش هم حالا خودتون بعدا به هر تلفظی که دوست دارید بخونید، این نرگس خانم یه دختر خانم قزاقستانیه، قزاقستان اون ور مرز چین، اصلا ربطی به قفقاز جنوبی نداره. لیسانس ادبیات زبان انگلیسی گرفته، یعنی نهایت سیاسی که این باید میدونست بعد از گرفتن لیسانس اینه که بتونه اصلا یه روزنامه انگلیسی زبان بخصم بخونه، نیوزویک بخونه. ناگهان این خانم بورسیه براش گرفته میشه در دانشگاه نوایای ژاپن و در اونجا میره نه تنها فوق لیسانس میگیره بلکه دکترا هم میگیره، یعنی دو بار برای این دختر بورسیه گرفته میشه. اینا چیزای طبیعی نیست. من در اون مناطق بودم، مسائل ژاپن و بورسیه های علمی ژاپن رو به خوبی آگاهم. تمام بورسیه های ژاپن برای بچه های نسل 2 و 3 ژاپنیه که ژاپن بخواد اینا رو دوباره به کشورش وصل بکنه. این خانم نه باباش ژاپنیه، نه ننش ژاپنیه، نه ننه بزرگش ژاپنی بوده، اینا همشون از اول ترک قزاقستان بوده. این جزء اون نژادهای ترک قزاقستانه، چون در قزاقستان مغول قزاق هم داریم، این مغول قزاق نیست، این ترک قزاقه. میره در اونجا دکترای مثلا این مسئله پلیتیک میگیره و بعد به محض اینی که برمیگرده دوباره تو قزاقستان، یعنی این خانم پای میز دانشگاه بلند میشه برمیگرده میاد توی قزاقستان سک سک میکنه، این یوهایی میشه عضو هیئت مدیره بنیاد سروس. خانومی که تازه اومده پاشه هواپیما پایین گوشه یا میشه عضو هیئت مدیره بنیاد سروس. اونجا شما حالا میفهمید کی برای این کارش درست کرده که یه آدمی که اصلا سابقه سیاسی نداره بره فوق لیسانس سیاسی بخونه، اونم با بورسیه، بعدم نه یه بار دو بار، یعنی نه همه دو به خروسه که میزنه بیرون. الان هم برای مدت 11 سال این نرگس خانم رئیس بنیاد سروس در قزاقستان. الان یک سال هم هست، هم از دانشگاه قزاقستان حقوق میگیره، هم به عنوان رئیس بنیاد سروس داره حقوق میگیره، هم یک ساله آوردنش تو پر قو کجا؟ دانشگاه هاروارد. این خانم الان در دانشگاه هاروارد داره ریاست میکنه بر پروژه مطالعاتی در مورد قزاقستان، قرقیزستان، مرز چین، نه در مورد درگیری قره‌باغ. اصلا تو رسننم، یعنی تو از قره‌باغ و قفقاز جنوبی چه میدونی که از قزاقستان شوتت میکنن میری تو هاروارد بعد اونجا میشی رئیس پروژه قره‌باغ، درگیری های قره‌باغ. این خانم 8 ماه پیش یک سمیناری رو دانشگاه هاروارد برگزار کرد و مرکز مطالعات ایران چون عضوی از این مرکز مطالعاتی است دعوت شد و در اونجا ما دیدیم در مورد مسائل قره‌باغ که دارن صحبت میکنه یک کلام اینها در مورد ایران صحبت نمیکنن. در اونجا فیلمم به صورت مستقیم داشت پخش میشد و ضبط میشد. من باید به این خانم سوال رو مینوشتم میفرستادم، به این خانم من سوال فرستادم، تأثیر گذاری ایران بر مسائل قره‌باغ رو خواهش میکنم توضیح بدید. اصلا سوال من رو نخوند، هر سوال چرت و پرت دیگری بود و این خانم خوند، سوال من رو نخوند که اصلا این سوال در اون برنامه ضبط نشه که اصلا مطلب اصلا اسم ایران یه بار بالا بیاد. من دقیقا متوجه شدم چرا این خانم داره این کار رو میکنه. در اون موقع نمیدونستم این کیه.
اون کارش باعث شد که من برم دنبالش پیداش بکنم که این کیه و من حالا فهمیدم این کیه. این کسی که به علیه ایران و ایرانی داره کار میکنه، این نرگس خانم ترک قذاب، این عکس، این اسم، این مشخصات رو به خاطر بسپری. خیلی خوب، من واقعا از کارگردان برنامه سپاسگزارم. امیدوارم که در همه امورات زندگیتون موفق باشید. حالا برنامه رو شروع میکنیم. من خیلی سریع این عکس رو خواستم توضیح بدم. یه نکته هم که تو برنامه قبل متاسفانه صدا قابل شنیدن بود ولی یه صدای اضافه هم در داخل برنامه بود، خیلی خلاصه من اینو بگم. تمام برنامه هفته گذشته، ببینید این برنامه های 5 هفته گذشته ما در پولیتیکس به هم همه ارتباط داره، همه معطوف به قفقاز جنوبی. چیزی هم نیست که از 5 هفته پیش شروع شده باشه، ما اینا پارسال شروع کردیم. یعنی صحبت های ما در مورد قفقاز جنوبی قبل از جنگ اخیر سال 2020 جمهوری باکو با ارمنستان بود. قبل از اون مقالات ما از صحبت های ما همه وجود داره. هفته پیش ما صحبت کردیم در مورد تکفیری هایی که از چچن و داغستان FSB روسیه کاگبه برای اینکه نزدیک داشتن میشدن با اون المپیک زمستانی 2014 در سوچی، اینا خودشون اومدن رفتن به این رؤسای چچن گفتن که این جنگجوهای تکفیری تو چچن و داغستان، گفتن آقا ما با شما یه پیمان صلح میبندیم، جام براتون آماده میکنیم، حمل و نقلتون هم انجام میدیم، شما رو میخوایم اینجا ببریم یه کشور دیگه. اینا وسط زمستون بالا گیر کرده بودن، قبول میکنن. خود KGB یا FSB اسم جدید روسیه که کارش کشتن اینا بود، همینا رو میاره سوار هواپیماهای روسی میکنه، ارتش روسیه اینا رو که تا دیروز داشتن همدیگر رو میکشتن برمیداره میبره ترکیه. ترکیه هم اینا میرن در 2 جا، یکی در استانبول، یکی هم در آنتالیا، که همه این ایرونیایی هم که سرشون کلا گذاشتن، خونه های 3-6 سنا رو به چندین $100,000 بهشون غالب کردن زیر دماغ همین تکفیری ها. این تکفیری ها ماهی $2,000 حقوق میگیرن، $100 هم شباش میگیرن سر ببرن. من دوستم ببین اگه خدایی نکرده همچی اتفاقی بیفته، چند نفر از این ایرونی ها میتونن خونه هاشون رو بفروشن، پولشون رو پس بگیرن، یا برن تو بانک پول نقدی رو که گذاشتن ازشون بهشون پس بدن، یا اینکه با همون فقط شلوار پاشون اینا مجبور میشن فرار کنن برن. این دقیقاً اتفاقی تو عراق افتاد. اینا که میان برنامه میذارن چجوری بیاد ترکیه، چگونه ترکیه بیاد، چگونه ره. امیدوارم واقعا هیچ اتفاقی براتون نیفته، ولی با ایشالله ماشالله اینا برنامه نیست که ما داریم میبینیم پیش میره. این تکفیری ها رو آوردن در جنگ قره‌باغ، تو اونجا اینها به دهات ها حمله میکردن، نه به نظامی ها. کار اینا حمله به دهات ها، به شهروندان ارمنی بود، اینا رو ایجاد وحشت بکنن. فیلمش هست، 2 تا ارمنی رو، آدم مسن ارمنی رو، مرد مسن ارمنی رو گردن بریده برای که ایجاد وحشت بکنن. همه از این دهات ها رفتن. الان آذربایجان چیکار کرده؟ جمهوری باکو آمده این دهات هایی رو که ارمنی فرار کردن و اتفاقا همه هم دم مرز ایرانه، خود اون اهالی جمهوری باکو مگه مغزشون از دست دادن برن تو اون دهات اونجا زندگی بکنن؟ اینا رو برده در اونجا این خونه ها رو تر تمیز کرده، مرتب کرده، همه این تکفیری الان تو اون دهاتان. حالا به اینا میگن که اینا دهاتی های این روستاهان، یعنی به اسم دهاتی های اون روستای دم مرز ایران اینا رو دارن معرفی میکنن. این بابا تکفیری تو روسیه گردن میزده، سر میبریده. آقای اردوان برای اینها اسم و پاسپورت و اسم مادر و پدر جعلی درست کرده، شناسنامه بهشون داده تو فلان دهات ترکیه به دنیا اومده. این بابا اصلا متولد ناف چچنه، دکترای آدمکشی داره، پروفسورای سربریدن داره. این آدم اومده در اون دهات. حالا در اون دهات باید آیه جاودان فرد، این یه مدرک دیگه که شما میگید مدرکی در مورد فعالیت‌های اسرائیل وجود نداره، آقای علیوف آمده اعلام میکنه همین 2 هفته پیش، ما میخواییم دهات‌های هوشمند درست بکنیم در آذربایجان. آقا تو باکوت هوشمند نیست، باکو رو ول کردی میخوای بری دهات رو هوشمند بکنی؟
سایبر ویلج، ما میخوایم سایبر ویلج درست بکنیم، دهات های هوشمند. کدوم دهات ها رو؟ همین دهات های تکفیری رو چگونه هوشمند بکنی؟ اینا همه جی 5 پیدا بکنه، اینا همه ارتباطات الکترونیک داشته باشه. خب تمام مسائل الکترونیک و موبایل و اینترنت در جمهوری باکو رو کی داره انجام میده؟ بزرگترین شرکت اسرائیل. همون شرکتی که در اسرائیل خدمات سرویس موبایل، اینترنت و این خدمات الکترونیک رو داره میده به شهروندان اسرائیل، همون شرکت داره تو آذربایجان کار میکنه. دیروز هم نیومده کار بکنه، سالهاست تو اونجا داره این انجام میده. یعنی این شرکت در اسرائیل داره کار میکنه، هیچ گونه ارتباطی به مرکز امنیتی در اسرائیل نداره. اینقدر یعنی در اسرائیل دموکراسیه؟ یعنی شما دموکراسیتون از امریکا دموکراسی تره؟ یعنی این شرکت هایی که الان همه میدونن در امریکا زیر دماغش اینا همه FBI CIA نشسته، نفس بکشن اونا خبر داره و در اسرائیل هم چیزی رخ نمیده؟ یعنی شما با من دارید صحبت میکنید دیگه، با استاد دانشگاه رشته جامعه شناسی که صحبت نمیکنید که. اینم یه مدرک دیگه، اینجا داره این عملیات صورت میگیره به اسم سایبر ویلیج، شرکت اسرائیلی داره این خدمات انجام میده بدون شک. کارشناسایی که میان در اونجا این کار انجام بدن، همگیشون نه ولی تعداد بسیار زیادشون، از کارشناسان سازمان های اطلاعات نظامی اسرائیل خواهند بود. نه موساد، ولی سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل 100% در اونجا کارشناس خواهد داشت. برای اینکه همین الان هم سازمان نظامی اسرائیل در جمهوری باکو کارشناس نظامی داره. مگه این هواپیما رو این جمهوری باکو یا پرواز میداده؟ مگه اینا بلدن هواپیما پرواز بکنه؟ مگه یه نفری که یه سال مثلا دوره دیده میتونه بره یه همچه عملیات پیشرفته ای رو انجام بده؟ همه این کارا رو کارشناسان نظامی زیر نظر کارشناسان نظامی اسرائیل صورت گرفت. حتی هواپیماهای ترکی رو، این پهپادها رو ما داریم صحبت میکنیم، این پهپادهای ترکی رو خود کارشناسای ترکی پرواز میدادن. پس اینم مدارکی که در مورد این مسائل وجود داره. اما امروز صحبت چی هست؟ امروز ما بخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه کنار گذاشتن ایران، ببینید ایران نه جمهوری اسلامی، ببینید من بارها دارم میگم، هیچ کس به اندازه خانواده من در رژیم محمد رضا شاه پهلوی هم در بخش سیاسی، هم در بخش وزارت خارجه، هم در بخش پزشکی و دانشگاه به اون مملکت خدمت نکرده. دلایلش اینم عکسا، این عکسایی که می‌بینی، این عکسا برای این نیست که بگم ببینید من رفتم دست انداختم گردن ما ولی عکس گرفتم. هر بچه خورده‌ای بره جلوی شاهزاده بگم من یه سلفی میخوام باش یه سلفی میگیره، اینا بلافاصله میذاره اونجا. شما یه عکس از من با شاهزاده هیچ جا نمیتونی پیدا بکنی، خیلی هم زیاد داره. اینا عکسای خانواده منه، به خاطر خدماتشون به ایران جوایز سلطنتی دریافت کرده. من که بهتر از شما میدونم، آیا ایشون که ما، آیا این خانم دکتر پروفسور فروزنده برلیان، ایشون رفت سازمان انتقال خون در ایران رو درست کرد برای اینکه جایزه سلطنتی بگیره؟ من تو خونه ایشون بزرگ شدم. همه این کارا رو برای ایران هم خودش کرد هم شوهرش که رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان سوربن بود. اومد در ایران بخش مغز و جراحی رو در بیمارستان تشریش تأسیس کرد. اکثر جراحان مغز و اعصاب در تهران شاگردای دکتر پروفسور جهانشاهی بودن. زمانی که انقلاب شد بسیاری از همین وزرا که فرار کردن همه تو خونه اینها پنهان شده بودن، بعدم که رفتن حتی یه زنگ نزدن تشکر بکنه. وقتی هم که من به عنوان یه جوان ازشون میپرسن خب چرا شماها نمیری، میگه کجا بریم؟ برای چی بریم؟ ایران مال ماست، ما ساختیمش، ما کجا بریم؟ یا حکومتی بوده رفته یا حکومت دیگه اومده، اینا هم میرن. ما جای
و هم امکان سکونت در فرانسه داشتن، هم محل سکونت در فرانسه داشتن. بنابراین ببینید یک سری ایرانیایی هستن که اون مملکت رو ساختن. رضا شاه ایران نساخته. رضا شاه اینقدر انسان باهوش بوده از اونایی که ایران سازن حمایت کرده، از اینایی که بادمجون دور قاب چینن دوری کرده. هر کس اومده ملیجکش بشه با لگد، با اون چکمش، چنان لگدی به این ملیجک زده که رفته دیگه پیداش نشده. یعنی ملیجکی که بیاد به رضا شاه بگه تو مثلا شاهنشاهی مثل خسرو پرویز یا تو همین کوروش زمانه ای، یه نفر از این ملیجک بازی و جلوی رضا شاه در می آورد، دفعه اولش بود دفعه آخرش بود. برای اینه که ما رضا شاه رو دوست داریم. مگه رضا شاه خودش رفته با کلنگ تونل کندبان کنده؟ ایرانی رفته این کارو کرده. مگه سازمان انتقال خون رو محمد رضا شاه پهلوی خودش رفته اونجا سازمان انتقال خون درست کرده؟ خب خانم پروفسور دکتر جهانشاهی، برلیان جهانشاهی این کارو کرده. چگونه این کارو خانم ده انجام داد؟ خاله منه، من میدونم چگونه انجام داد. چقدر همون موقع بادمجون دور قابچینا میرفتن تو دربار اخلال بکنن، چون میخواستن این کارو بگیرن دست خودشون، پول برای خودشون بسازن. مستقیما با پادشاه خانم دکتر برلیان جهانشاهی صحبت میکنه، تمام این دزدی ها اینا رو میگه، اخلال های اینا رو میگه، افرادی که از دفاتر مختلف دارن اونجا اعمال فشار میکنن میگه. پادشاه اختیارات کامل بهشون میده، اجازه نمیده یه نفر مخل اعمال نقشه های ایشون بشه. ایشون سازمان انتقال خون درست میکنه. به این دلیلی که ما از محمد رضا شاه پهلوی تقدیر میکنیم و دوستش داریم، برای اینکه اینها از افرادی که ایران ساز بودن حمایت میکردن و خودشون هم عاشق ایران بودن. یعنی شما اگه عاشق ایران نباشی نمیای خودتو بندازی تو هچل اینجوری از بقیه حمایت بکنی، آخرش هم تخت و سلطنت سر این کار بذاری. اگر محمد رضا شاه پهلوی عاشق ایران نبود الان هنوز پادشاه ایران بود. اینو من به تو قول 100% میدم. پس اینایی که میشینن میخوان شما رو برسونن فقط به دو نفر، اینا نه ایران دوستن نه طرفدار پادشاهی هستن، اینا همون نفوذی ها هستن. اونی که میخواد شما رو از سید علی برسونه به یه نفر، این ایران دوست نیست، این نفوذیه. این همونیه که به یه زبون دیگه سید علی رو میکنه کوروش، از اون بر یه نفر دیگر رو میکنه کوروش. نه از این خبران نیست، در اینجا کوروشی وجود نداره. کوروش یک سمبل برای انسان ایرانی. کوروش متعلق به یه نفر نیست، ارث و میراث هم نیست که هر کس بیاره بزنه زیر بغلش برداره بره. ببینید در این مسائل قزاقستان، قفقاز جنوبی، این یک کوته نگری های جمهوری اسلامی انجام داده. من یه لحظه اینو به خاطرم اومد در برنامه هفته قبل، من زمانی که در مورد اون بیماری که تا اون هست آمده وقتی داشتم صحبت میکردم، یک فردی دائم داشت رو تلفن به من زنگ میزد. فرد بسیار محترمی هم هست، برای یک کار خیلی مهمی هم با من داشت تماس میگرفت، ولی چون هفته پیش اولین روزی بود که من برنامه صبح داشت اجرا میشد دوباره، ایشون خبر نداشت. چون ایشون هی به من زنگ میزد، من داشتم صحبت میکردم همزمانم با دستم، شما نمیبینید، این تلفن من اینجا جلوی منه، من با شما دارم صحبت میکنم، همینجا این کارم هم انجام میده. من حواسم پرت شد و ناگهان تا اون تو صحبت من تبدیل شد به بلا. بله من متوجه هستم بیماری تا اون با بیماری وبا دو تا چیز متفاوته، ولی این خطا از سوی من صورت گرفته، این دلیلش هم این بود. اما اون حیواناتی که کشته شدن و پیداشون کردن، آزمایش ازشون انجام دادن، این حیوانات وحشی، این قوچهای وحشی، اینها طاعون گرفتن. طاعون هم از همین دامدارا گرفتن. این مواظب باشید، این طاعون در البرز و مازندران گسترش پیدا کرده بین این احشام، بز و گوسفند هر دو.
خیلی مواظب باشید در کجا گوشتتون رو تهیه میکنید. برگردیم سر موضوع اصلی. جمهوری اسلامی کوته نگری های بسیار زیادی انجام داده. همین آقای سید علی خامنه ای لاتعالات زیادی گفته که الان خود طرفدارش دیگه نمیتونن جمع بکنن. یعنی نهایتا میاد میگه بله آقای مثلا سید علی گفتش که این زمین های مسلمان ها رو بدید به کشور اسلامی، ولی دیگه نگفت مثلا اینجوری بشه. این اصلا جوک. آقای سید علی خامنه ای گفت بارون بیاد، ولی نگو بارون بیاد دیگه زمین خیس بشه. این استدلال آدم اینقدر خنده داره. چیکار کردن اینها کوته نگری هاشو؟ من اینو از رو براتون بخونم. این مقاله ایست که من دارم تنظیم میکنم، مقدارش رو نوشتم. این مقاله رو امروز من به صورت خلاصه با شما در میون میذارم. ببینید، بعد از فروپاشی جماهیر شوروی کوته نگری های جمهوری اسلامی از اون زمان شروع شده. از سال 91، نه از سال 2021، ما الان 2021 30 سال پیش این کوته نگری ها شروع شده. الان نتیجهش اینه. 30 سال پیش اینها آجرا رو شروع کردن اینقدر کج گذاشتن که الان نتیجهش اینه که تمام این ساختمون داره میاد پایین، خراب میشه. وقتی دیوار رو کج گذاشتی، در انتها خود دیوار خودش رو میاره پایین. یا با یه انگشت زدن بهش این دیوار تعادلش رو از دست میده، میریزه. احتیاج اصلا به دشمن نداره. اسرائیل دشمنه. اینا همه تقصیر اسرائیل. حالا شما دیدید که من تو برنامه گفتم اسرائیل کجاها داره کار انجام میده. همه کشورها این کار رو انجام میدن. من هشدارم این بود که نیایید به عنوان یه آدم متخصص بگید نه مدارکی وجود نداره اسرائیل همچی کاری نمیکنه. اگه با مردم کوچه بازار داری صحبت میکنه این مسئله جدایی، هرچی دوست دارید بگید. اما اگه با چهار تا آدم حسابی که متخصص این کار هستن صحبت میکنید، خواهش میکنم حداقل به شعور طرف مقابل احترام بذارید. ولی این مسائلی که الان مشاهدش هستید اسرائیل به وجود نیورده، جمهوری اسلامی به وجود آورده. از سال 91 به جای متمرکز شدن بر مسئله قفقاز جنوبی و آسیای میانه، همچنان اینا دنبال حماس و حزب الله و فلسطین بودن. از 30 سال پیش اینا دنبال ساختن پارک برای فلسطینی های جنوب لبنان بودن، تا همین امروز دارن برای اینا پارک میسازن، کلینیک میسازن. این پارک و کلینیک رو به جای اینکه برن تو نخجوان بسازن، به جای اینکه برن تو مناطق بسازن، در ترکمنستان اشقاباد این کارا رو بکنن، در باکو جمهوری باکو این کارا رو بکنن، هر رفتن جنوب لبنان برای فلسطینی های پاپتی اونجا این رو کار کردن. نتیجهش همینی که الان خود لبنانی ها میان تو خیابون میگه آقا ما را دست این تفنگچی های جمهوری اسلامی نجات بدی. لبنانی که نرفته اونجا تفنگچی حزب الله بشه که، این همه پاپتی های فلسطینی کمپ نشین جنوب لبنانه. حالا دیگه چیشون حتی کمپ دیگه ندارن دیگه، اینا همشون الان تو آپارتمان میشنن. نه همه آپارتمان های شیک و مجهز دارن، همین پولایی که بعد تو اینجا هزینه میشه رفته اونجا هزینه شد. خب یک کار عجیبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده اینه. حالا من اینو اینجا الان عنوان میکنم، اون دوستانی که بعد از من کپی میکنن و میرن این همینو یا مینویسن یا تکرار میکنن، حداقل خوب گوش بدید اینو درست تکرار بکنید. من مثل بیده نیستم بگم آقا از من کپی کردید اسم منو ببرید، من اصلا دنبال اسم نیستم. ولی حداقل مطلب رو درست بفهمید و درست تکرارش بکنید. مثل این برنامه نباشه که هر مقاله من برید تو مجله تو روزنامه خراسان مقاله بنویسی که بعد من نمیدونم چجوری بشه که مقاله من در اختیار آقای فلاحتی قرار بگیره که سورس اون مقاله روزنامه خراسان میره در اختیار آقای فلاحتی قرار میگیره که اون بابا روی من نوشته. کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه الان تمام ماشین تبلیغاتش استفاده از یه استراتژیه که
تقصیر رو بنداز گردن دشمن، در نتیجه باختت رو تبدیل بکن به یه پیروزی. یعنی چه؟ تمام این خرابکاری رو جمهوری اسلامی انجام داده. اینی که ایران الان در منطقه قفقاز جنوبی کوچکترین نفوذی دیگه نداره، مقصرش از اون رفسنجانی دشمن ایران و ایرانیه که الان دخترش با وقاحت میارن خانم دکترش میکنه و با وقاحت میگه در زمان بابای من خبرنگارا آزاد بودن، هر چی میخوام بگن. بابای تو اولین کسی بود که شروع کرد خبرنگارا رو کشتن. بابای تو بود که استادای من دکتر تفضلی و دکتر کوروش آریامنش رو دستور قتلشون رو داد که بعد 4 تا آدم موازی درست بکنه مثل این طباطبایی، ایرانگرای واقعی رو تو خیابون بکشن، بعد خودشون از سرسپردهای خودشون اونو بیارن بگن این ایرانگرا اینه، و بعد آخر دوم خروس هم بزنه بیرون، بچهش حمال امریکایی باشه توی کاخ سفید. ایرانگرا میره کاخ سفید حمالی رئیس جمهور امریکا رو بکنه برای مردم ایران؟ خودتو مسخره کردی؟ این همه کار دست بابای تو، بابای تو شروع شده. اینها اومدن الان از این استراتژی دارن استفاده میکنن. ما نفوذمون رو در منطقه قفقاز جنوبی از دست دادیم. یعنی اینجا ایران دچار شکست شده. این اسباب این میشه که مردم نسبت به ما یه حالت تنفر پیدا میکنن. ما در صحنه بین المللی که الان شکست خوردیم، حداقل باید الان ما اینجا بهش میگیم دمیج کنترل، یعنی یه جوری ما این خسارتی که وارد شده رو مدیریت بکنیم که حداقل در صحنه داخلی ما خسارت نخوریم. ما در صحنه خارجی باختیم، در صحنه داخلی نبازیم، چون اگه در صحنه داخلی هم ببازیم بعد وقت همه رو میزنن تیپا به همون، بعد ما بعد از این شغلا و مشاغل و اینا همه بزنیم بریم دیگه، حکومت عوض میشه. ما صحنه خارجی باختیم، حداقل صندلی‌ها رو محکم بچسبیم که تو داخل ما شکست نخوریم. چیکار باید بکنیم؟ یه نفر رو پیدا بکنیم تقصیر رو بندازیم گردن اون. اون یه نفر کیه؟ اسرائیل. اسرائیل. الان تمام فشار اینا روی این استراتژیه که اینا رو تو دوره‌های فوق لیسانس و دکترا آموزش میده. افرادی که دوره‌های تخصصی امنیت میخونن اینا رو همه رو میدونن. اسرائیل انتخاب کردن به عنوان دشمن. اسرائیل حضور داره در منطقه، اسرائیل داره کمک میکنه به این کشورها در منطقه، اسرائیل هم به ترکیه کمک میکنه بر ضد منافع مردم اسرائیل. من همینجا بهتون میگم هر گونه همکاری اسرائیل با ترکیه ضد مردم اسرائیل. ترکیه اتمی خطره برای مردم اسرائیل، نه ایران اتمی. ایران اتمی تهدید برای مردم اسرائیل نیست، ترکیه اتمی تهدید برای مردم اسرائیل. حواستون رو جمع بکنید. از سوی دیگر جمهوری اسلامی میگه که این تکفیری هم که اینجا اومده اینا رو هم باز اسرائیل باشون داره همکاری میکنه. اصلا همه این خرابکاری رو اسرائیل کرده. ما مقصر نیستیم، ما وظایفمون رو خوب انجام دادیم، ما برادران و مسلمانمون نزدیک شدیم، این همش تقصیر این اسرائیله که این برادران و مسلمان ما رو اما دور کرده. اصلا تمام مشکل اینجایی که شما به جای دنبال تمدن و فرهنگ ایرانی رفتن دنبال فرهنگ، ما در اینجا بهش میگیم در زبان علمی religious nationalism، بزرگترین دشمن انسان و انسانیت ناسیونالیست مذهبی، religious nationalism. اینو برید تحقیق بکنید. من حتی نصف اون صفحه که این دو صفحه هم آماده کردم هنوز نرسیدم با شما صحبت بکنم، ولی 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. و به هر صورت به جای تاکید بر تمدن و فرهنگ ایرانی تاکید میکنن بر religious nationalism، شیعه شیعه میکنن. این شیعه شیعه کردنشون باعث این شکست شده. حالا برای اینکه در داخل فروپاشی نشه همه تقصیر رو میخوام بندازن گردن اسرائیل، تمام این مشکلات رو میخوام بندازن گردن اسرائیل، باخت ارمنستان رو میخوام بندازن گردن اسرائیل که بعد به مردم بگن آقا ما الان در یه شرایط جنگی هستیم،
شرایط ذهنی برای مردم ایجاد بکنه. ما در این شرایط جنگی هستیم، دشمن این کارو کرده، ایران الان در خطره، ما الان در خطریم، ما بریم ایران تجزیه میشه، بیاد پشت سر ما با سیت ما رو حفظ بکنیم. اگر این جمهوری اسلامی بماند، نتیجهش به مراتب بدتر از اینی که شما الان برای 30 سال داری میبینی. اینی که الان داری میبینی نتیجه سیاست های 30 سال قبل همین رژیمی که الان این نتیجه رو داده. اون خط لوله گاز نابکو ما باید درش میبودیم، اون خط آبی که از ایران بود اون را حذف کردن، ایران از اون خط گازی نابکو حذف شد. این خط لولی نفتی باکو تفلیس جیهان ما باید درش میبودیم، ایران را از این خط لوله نفتی حذف کردن. یعنی از دو تا پروژه مهم جهانی ایران حذف شد به خاطر جمهوری اسلامی. در دنیا مهمترین مسئله استراتژیک انرژیه. ما هم در خط لوله گاز اروپا نقش داشتیم، حذفمون کردن، هم در خط لوله نفت حذفمون کردن به خاطر جمهوری اسلامی. الان هم که اصلا حضورمون رو در قفقاز جنوبی اصلا میخوام کنفایکون بکنن به خاطر جمهوری اسلامی. مقصر هم اسرائیل نیست، این کارا هم اسرائیل نکرده. اسرائیل حضور داره، حضور داره، دروغ نگی، کمک میکنه، کمک میکنه. آیا ایران اتمی تهدید برای اسرائیل؟ ابدا. ترکیه اتمی تهدید برای اسرائیل. پس جوانان غیور ایران، فرزندان ایران زمین، خواهش میکنم مواظب باشید، فریب این شبکه های دروغ پرداز رو نخورید، بدونید که اخبار واقعی چیه، خودتون تجزیه تحلیل بکنید و این عیاد نبرید. قدرت ایران ناشی از قدرت شما جوانان ایران است که در اینجا شکل میگیره، نه در اینجا. حمال از شماها بیشتر اینجا داره. حمال مملکت نمیگردونه، حضورش برای جامعه ضروریه، ولی حمال استراتژی بلند مدت برای مملکت نمیکنه. تویی که اینجا تو ساختی استراتژی بلند مدت برای مملکت تنظیم میکنی. قدرت شما ناشی از یک پارچگی ملت ایران است و نور بر ظلمت پیروز خواهد شد. تا برنامه هفته آینده پالیتیکس، همه شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران میسپارم. بدرود. Thank you.